سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم توپ قبراق و سر حال باشید. ریاضیه دیگه، چیکارش میشه کرد؟ همه جا هست. میدونم که یه سریاتون با ریاضی حال نمی کنید، اما خب به هر حال یاد گرفتنش لازم و همه جا استفاده میشه. تو انگلیسی چطور میشه گفت مثلا 2 به علاوه 2، یا 3 ضرب در 5، یا 4 ضرب در 3، یا مثلا میخوام بگیم 2 2 تا 4 تا؟ چطور میشه گفت اینا رو؟ همراه من باش تا زبان رو خیلی حرفه‌ای‌تر یاد بگیری، البته با فیلم که هم به مکالمت کمک میکنه و هم به لیسنینگت. اگر آماده ای پس برو بریم. بچه ها، من علی اسدی هستم و شما زبان آیلایت رو نگاه میکنید. اگر تا حال منو سابسکرایب نکردید، حتما دکمه سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید تا هر موقع که خواستید ویدیوهای من رو خیلی راحت بتونید پیدا کنید. اما وقت رو تلف نکنیم و خیلی زود چون سریع بریم سراغ موضوع اصلیمون. خب بچه، اولین نمادی که اینجا میبینید جمع هستش، یا همون به علاوه خودمون. اسمش چیه؟ ما توی زبان چی بهش میگیم؟ additions، همون جمع یا به علاوه خودمون. additions. حالا بخوایم بگیم که 5 به علاوه 5، دیگه نمیان بگیم 5 additions 5. بگیم 5 plus 5، 5 به علاوه 5. اسم نماد additions، اما بخوایم بگیم 5 به علاوه 5، میگیم 5 plus 5. حالا بریم فیلماشو ببینیم. New additions. There are some great new additions. Let's welcome 2 new additions to the team. 2 plus 3 equals 3. Oh, 3 plus 2. Let me see here. 3 plus 2. اما نماد بعدی توی ریاضی تفریق یا همون منهای خودمون هست. چی بهش میگیم؟ Subtractions. اما اگر بخوایم بگیم که 5 منهای 5، دیگه نمیگیم 5 subtractions 5، میگیم 5 minus 5، یعنی 5 منهای 5. 5 minus 5. -6 pounds. -6 pounds. -5 because. اما نماد بعدی توی ریاضی ضرب هستش. ما توی انگلیسی میگیم multiplications. اما اگر بخوایم بگیم 5 ضرب در 5 چی میشه حالا؟ 5 times 5. 5 times 5، 5 ضرب در 5. خب حالا بخوایم بگیم 2 2 تا چطور؟ 2 times 2. 2 2 تا. 24,000 multiplications. 3 times. 23 times 3. اما نماد بعدی توی ریاضی divisions. Repeat after me. divisions. همون تقسیم یا کسر خودمون. divisions. حالا بخوام بگیم که 5 تقسیم بر 5 چی میگیم؟ 5 divided by 5. 5 divided by 5. یا یه جور دیگه هم میشه گفت تقسیم رو، 5 over 5. یعنی همون 5/5 خودمون. 5 over 5. 5/5. یا بخوام بگیم 2/3 چطور؟ 2 over 3. 2 over 3. 2/3. یا همون 2 تقسیم بر 3. I have 31 divisions. Whole tank divisions. We have no sectane divisions. و اما نماد آخر که توی ریاضی ما یاد میگیریم، equality. Repeat after me. Equality. حالا ما میخوایم بگیم که 5 به علاوه 5 مساوی 10. میگیم 5 plus 5 equals 10. دیگه نمیگیم equality. توی جمله ما میگیم equals. 5 plus 5 equals 10. یعنی 5 به علاوه 5 میشه 10. مثلا میخوام بگیم که 2 به علاوه 3 میشه 5. 2 plus 3 equals 5.
یا میخوام بگیم که 2 ضرب در 5 مساوی 10. 2 times 5 equals 10. 2 times 5 equals 10. الان میخوام بگیم که 6 تقسیم بر 2 مساوی 3. میگیم 6 over 2 equals 3. خب بچه ها اگر شما این 5 تا نماد رو بلد باشید خیلی راحت میتونید ریاضی و زبان رو با هم دیگه یاد بگیرید و جمله سازی ها رو راحت انجام بدید. مثلا میخوام بگیم که 3 ضرب در 3 مساوی 9. 3 times 3 equals 9. Equality. Equality. Equality indeed. Or equality. Or equality. Equals 6. That equals. بچه ها ممنونم از شما که تا اینجا همراه من بودید و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. راستی لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم. خیلی مخلصیم. تا ویدیو بعدی. فعلا خدافظ.